خیلی وقتا در مورد زبان فرانسه که صحبت میشه ما میگیم این زبان اغگوه، یعنی زبان عامیان است. اغگو رو شاید ما خیلی دربارش ندونیم. اغگو در اصل زبانی بوده که کریمینالا یعنی مجرما، جنایتکارا برای خودشون درست کرده بودن که پلیس حرفشون رو نفهمن، ولی خب به تدریج این زبان ها پیشرفت میکنه و اغگوهای مختلفی به وجود میاد. مثلا اغگو میلیتر، مثلا اغگو نظامی، یعنی هر گروه از آدم ها یه سری کلماتی داشتن که برای خودشون استفاده میشد. حالا یه سری از این اغگوها، یه سری از این کلمات الان به شکل عامیانه داره در کل سطوح داره صحبت میشه. در کل سطوح یعنی که در کل جامعه داره صحبت میشه، یعنی فقط برای یه قشر خاصی نیست. امروز میخوام با هم دیگه یه سری از این کلمه ها رو یاد بگیریم، چون که اگر فیلم دیده باشید یا متن عامیانه ای رو بخونید حتما اینا رو میشنوید و ممکنه ندونید چه خبر. کلمه اولی که میخوام بگم دفرانگ. فرانگ بچه ها میشه لباس. لباس تو زبان اغگوتیک میشه فرانگ. je ne trouve pas mes francs، مثلا لباسامو پیدا نمی کنم. laisser tomber یعنی abandonner quelqu'un، یعنی یک کسی رو ترک کردن، یا البته کلکو شوز هم میشه بیخیال کسی شدن، بیخیال چیزی شدن. لستون به بیخیال بابا، اصلا اینجوری استفاده میکنی. سوکسه میشه پختیق، رفتن. مثلا میگیم سالی جم کس، یعنی من رفتم آقا خداحافظ. بعد داریم فعل سغشه، دوباره همون معنی رو میده به معنی رفتن. اون سغش یعنی بریم، اون سغش. بوژه به معنای همون پختیق میده، به معنای اله هم میده، یعنی رفتن به یه جای دیگه. مثلا میگه اون بوژ دان زن اوتر بار، یعنی بریم یه دونه بار دیگه. اون بوژ دان زن اوتر بار. لفریک لاتون، اینا برای پول استفاده میکنن. لفریک برای پول استفاده میکنن. تو پو مو پرته ان پوت فریک، tu peux me prêter un peu de fric. اینا بچه کلمه خیلی مهمیه، در زبان عامیانه بسیار استفاده میشه. کارتونه یعنی موفقیت داشتن، موفقیت کسب کردن. میگه امونوی سو فیلم و کارتونه، امونوی سو فیلم و کارتونه، یعنی به نظر من این فیلم موفقیت کسب خواهد کرد. قسمت بعدی کیفه هست، که از همون کیفه بچه عربی میاد، یعنی دوست داشتن، کیف کردن. مثلا میگیم که تو کیفه لو کنسرت، تو کیفه یا تا کیفه لو کنسرت، کنسرت کیف کردی، از کنسرت تو دوست داشتی. avoir la dalle، avoir la dalle یعنی avoir faim، یعنی گرسنه بودن. avoir la dalle یعنی avoir faim، یعنی j'ai la dalle، یعنی که گرسنه به. بوفه یا لا بوف یعنی مانژه، هم بوفه هم که ما میگیم به این مربوط. میگه که اون با بوفه کلکو شوز، اون با بوفه کلکو شوز، میخواد چیزی بخوری. اتخلابوغ یعنی اتخان غطر، یعنی دیر کردن، تاخیر داشتن، دیر رسیدن. اتخلابوغ، je dois y aller، je suis à la bourre، je dois y aller، باید برم اونجا، je suis à la bourre، من تاخیر دارم. اتخلابوغ میگه میگم je suis crevé، یعنی اتخلابوغ فتیگه، je suis کروه، من خیلی خستم. این اصطلاح خیلی اصطلاح جالبی هم هستم. اتر بوغه، بوغه کسی که اینجوریه مسته، ایوره. بوغه یعنی مست. مثلا میگه جون پو پا کندویر شی بوغه، من نمیتونم رانده کنم چون که مستم. اتر دفونسه یعنی های بودن، مثلا برای دراگ استفاده میکنن تو که مثلا مثالی که اینجا داریم میگیم il a trop fumé il est défoncé، خیلی کشیده، های خیلی بالاست، هیچی نمیفهم. il est défoncé. un boeuf اینجا نوشته un homme vulgaire، یعنی آدم بی ادب یا لوت لوت. مثلا mon chef est un gros boeuf، boeuf میدونید که گاو میشه. mon chef est un gros boeuf، گاو ما یه جوری استفاده میکنیم ولی نه الزاما برای لوت لوت. و ان فلیک که میشه پلیس، که خیلی هم استفاده میشه. فلیک میشه پلیس. je me suis fait arrêter par un flic یعنی توسط یه دونه پلیس دستگیر شدم.
خیلی ممنون، امیدوارم که دوست داشته باشید این درس رو. به من بگید که کدومش براتون جذاب‌تر بود. مراقب خودتون باشید.